توی این ویدیو قرار یاد بگیم که چجوری مو رو سلکت کنیم. با من همراه باشید. سلام بچه ها، من نهال هستم، به پیج من خوش اومدید. توی این ویدیو میخوام یاد بگیم چجوری مو رو سلکت کنیم طوری که اصلا مشخص نباشه سلکت شده. برای این مو رو بچه ها من همون عکس رو برداشتم که توی چالش ازش استفاده کردیم، چون میشه مشکلی که توی ادیت دیدم این بود که نمیتونستم درست سلکتش کنم. توی ویدیو قبلی روشی بهتون یاد دادم که این آبجکت رو تقریبا خیلی راحت سلکت میکرد، اما به طور کامل موهاش رو سلکت نمیکرد و باید روی اون کار کنیم. برای اینکه موهاش رو درست سلکت کنیم باید به این روش عمل کنیم. اول یه لایه جدید ازش ایجاد کنید و بعد با یک سلکشنی فرقی نمیکنه با هر چی دوست دارید، یه سلکشن حدودی ازش ایجاد کنید. قسمت هایی هم که اضافه تر سلکت کرده رو پاک کن. موهاش رو هم، این گوشه هاش رو که یه ذره پخش شده رو برمیداریم، نگران نباشید، دوباره سلکتش میکنیم و حالا یه لایه ماسک ازش ایجاد میکنیم. خب ببینیم سلکشن رو چه شکلی شد. این شکلی شد. خب نگران نباشید بچه ها، تمام قسمت های اضافه این کار رو دوباره درست میکنیم. با شیفت ماستون رو غیر فعال کنید، بعد به توی چنلز و توی چنل ها ببینید که کدوم چنل به کار شما بیشتر میاد، یعنی موهاش رو بهتر انتخاب کرده و موهاش بیشتر این کانتراست رو داره. توی ویدیوهای قبل توضیح دادم جاهایی که بیشتری رنگ آبی رو داره، مثلا توی چنل آبی رو به سفیدی میره، و جاهایی که کمتر رنگ آبی رو داره رو به مشکی میره. الان چون کلاش کلا قرمز بود، رنگ آبی من رو کلا مشکی نشون میده. ببینیم تو کدوم حالت بهتر موهاش رو انتخاب میکنه. توی چنل آبی بیشترین حدیه که مو رو انتخاب میکنه. از این چنل یه کپی بگیرید بچه ها. حالا باید انتخابمون رو یه ذره دقیق ترش کنیم. چیکار میکنیم؟ میریم توی ایمیج، اجاستمنت و لیولز. حالا میخواییم بک رو کلا سفید کنیم و موهاش رو مشکی کنیم. میایم به سمت بک. خیلی پیش نرید، چون در واقع حاشیه ها رو نابود میکنید بچه. یه کوچولو هم بریم رنگ موهاش رو انتخاب کنیم. فکر میکنم خوبه و اوکی میکنیم. توضیحات این قسمت رو بچه ها توی ویدیوهای قبلی که درخت رو سلکت کردیم به طور کامل براتون توضیح دادم. اگر اون ویدیو رو ندیدید حتما اون ویدیو رو ببینید. با کنترل این سلکشنمون رو انتخاب میکنیم و برمیگردیم توی لیرز. با شیفت ماسکمون رو فعال میکنیم مجددا و با نگه داشتن آلت فقط ماسکمون رو میبینیم. حالا باید چیکار کنیم؟ حالا باید اون قسمت هایی رو که اینجا انتخاب شد ولی نمیبینیمشون، یعنی در واقع این حاشیه های مو رو، خودمون دستی ایجاد کنیم. چجوری؟ با براش. براش رو انتخاب کنید، حالت نرمال. فلش رو میتونید کم و زیاد کنید توی این کار و سایزش رو بزرگتر کنم. سعی کنید که حاشیهش حتما فید باشه، هاردنسش، و شروع کنید به رنگ کردن. و اتفاق که افتاد اینجا چیه بچه ها؟ این سلکشن رو برعکسه، یعنی به جایی که مو رو انتخاب کنه بیرون رو انتخاب کرده. برگردید عقب، خب به این حالت پیش فرد، برید تو سلکت، اینورس رو بزنید که لایه‌تون برعکس بشه. بعد حالا شروع کنید با براش رنگ کردن. ببینید الان درست شد. بزنم من زیادی پیش رفتم و اینجا هم شروع میکنید براش رنگ کردن. ببینید چه اتفاق میفته، داره حاشیه موهاش برمیگرده. درست؟ اینجوری یه ذره داخل تر برید. بعد تا جایی که فکر میکنید درسته پیش برید. میتونید با نگه داشتن آلت دوباره برگردید به حالت قبلی که ببینید در واقع کجاها رو دارید رنگ میکنید، کجاها رو رنگ نمیکنید. دیسلکت نکنید فعلا بچه ها. اوکی. خب به نظر من کافیه. اگر یه زمانی احساس کردید که خیلی پیش رفتید و میخواید بچه ها مثلا یه جاهایی رو کمتر کنید یا مثلا اشتباهی
همچین حرکتی رو انجام دادید، خب یادتون میاد سری قبل گفتم مود براش رو میتونید به حالتهای مختلف تغییر بدید، مود براش رو اوورلی بذارید، رنگتون رو مشکی کنید و شروع کنید به کشیدن. اون قسمت هایی رو که اضافه تر رفتید و سفید نیست رو دوباره براتون برمیگردونه. خب حالا من آلت رو میزنم، ببینید الان تقریبا سلکشن من درسته. خب حالا یه مقداری بیشتر باید روش کار کنیم. دوباره برگردم اول، اگر که این رو انتخاب کنم من برش رو بزنم و شروع کنم بکشیدم، یه کوچولو بیشتر مخش رو انتخاب میکنم. اوکی تقریبا. خب حالا ببینیم چیکار میکنیم. حالا آبجکتش رو تقریبا انتخاب شده، من میام مجددا با فری استوک یه منظره میندازم پشتش ببینیم توی چه شکلی میشه. خب ببینید بچه ها، این منظره چون رنگش روشنه الان ایرادی به من نشون نمیده، حتی اینجا که درست سلکت نکردیم رو نشون من نمیده، ولی اگر بیام یه منظره دیگه انتخاب کنم، مثلا این درخت ها رو، ببینید چه اتفاق میفته. گوشه مخاش رو ببینید، یه حالت سفیدی داره. خب اینا ایراده، یعنی شما نمیتونید اینو توی یه هر بک‌گراندی که کاملا کانتراستش فرق میکنه بذارید. اینا رو چجوری رفعش میکنیم؟ میایم یه لایه جدید بالا سر این لایه ایجاد میکنیم و کلیپینگ ماسکش میکنیم حتما. بعد براشتون رو انتخاب کنید، حالت نرمال، فلوش کم باشه، زوم کنید روی تصویر. بذاره زومم زیاد شد. ببینید بچه ها، از خود رنگ موهاش انتخاب کنید و شروع کنید با براش کوچیک فقط این حاشیه ها رو، نه داخلش، حاشیه ها رو شروع کنید به رنگ کردن. حواستون باشه که حتما کلیپینگ ماسک باشه، وگرنه این اتفاق میفته. کلیپینگ ماسکش کنید و شروع کنید حاشیه های موتون رو رنگ کردن، فقط حاشیه ها رو. ببینید کم کم از بین میره، ببینید فقط حاشیه ها رو. هر جا هم که اضافه تر کار کردید با پاکون قشنگ پاکش کنید، مثل این دستش که الان من اضافه رفتم، قشنگ پاکون پاکش کنید. اینجا الان با ماسک میتونید درستش کنید. خب حالا این قسمت وسطش رو چی کار کنید؟ ببینید بچه ها، برای این وسط تنها کاری که میتونید بکنید اینه که بیایید با اسنپ، یعنی با این مهره، از موهاش انتخاب کنید و لابلای موهاش بشینید. هیچ راه حل دیگه ای نداره. حواستون باشه این گزینه رو بچه ها، توی براش وقتی میخواید آی رو میزنید یا آلت رو مثلا نگه میدارید فرق نمیکنه، چه آلت آی رو بزنید چه آلت رو نگه دارید، میتونید آی دراپ رو بیارید. حتی وقتی میخواید سامپل انتخاب کنید، خب حالت سامپلتون روی کارنت هم بلو باشه، نه روی تمام لایه هاتون. اگر زیرش منظره داشته باشید یا هر چیزی، از رنگ همش سلکت میکنه و خواستم ممکنه موتو سبز باشه، بنفش باشه یا هر رنگ دیگه. حتما دقت کنید روی کارنت لایر من بلو انتخاب کنید که فقط لایه پایین رو انتخاب کنه. وقتی توی اسنپ هم میخواید این کار بکنید، توی اسنپ هم میخواید این کار بکنید، حتما سامپلش رو کارنت هم بلو بذارید، از روی موهاش انتخاب کنید و قرار بدید بین اینها. خب تیکه تیکه رنگ های مو رو دقت کنید بچه ها، حاشیه مو و رنگ مو توی نورهای مختلف فرق میکنه. ببینید اینجا به قرمزی میزنه، اینجا به قهوه، اینجا روشن‌تر، این رو دقت کنید حتما. خب نگران حالت موهاتون هم نباشید، این چون سلکشنه خیلی خودش رو نشون نمیده. بله اگه دوست داشتید میتونید با نگه داشتن آلت و شیفت و این براکت ها براشتون رو بچرخونید. حالا نگاه کنید چه اتفاق افتاد. موهاش به طور کامل انتخاب شد و درست انتخاب شد. برای این ناحیه هم همین کارو میکنید، برای بدنش هم توی لایه ماسکتون حتما یه تیکر کامل سفید کنید. لایه ماسکتون با آلت نگاه کنید ببینید کجاهاش مشکل داره، اونا رو تنظیم کنید. به همین راحتی بچه ها. امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه و براتون کاربردی باشه. فایل تمرین کار براتون میذارم. دوستتون دارم، منتظر صفحه حرفه بعدی ما باشید. فعلا خدافظ.